به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای دیگر این جهان که به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیون ایران فردا نشسته اید، سلام. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 شب به وقت تهران، یک بعد از ظهر ابری واشنگتن، با شما عزیزان خواهم بود در تفسیر خبر. چون دوشنبه شب‌های پیشین در این شماره از تفسیر خبر نیز می‌پردازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران، بهتر است بگوییم نقض حقوق بشر در ایران. در زندان‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟ چرا تناب دار و شلیک گلوله در جمهوری اسلامی عصای دست فقیه برای اجرای عدالت شده است؟ روند اعدام ها در ایران همچنان ادامه دارد. 8 انسان ایرانی دیگر در بندر عباس به جوخه‌های اعدام سپرده شدند و در برخی از زندان های جمهوری اسلامی گروه دیگری در انتظار اعدام به سر میبرند. آن سوتر در عرصه روزمره زندگی بسیاری از کارگران ایرانی هنوز موفق به دریافت حقوقهای عقب افتاده خود نشدند و معلمان در آستانه نوروز دست به اعتصابی گسترده زدند در شهرهای مختلف، دست به تحصن زدند. در آستانه نوروز ایرانی در حکومت فقیه در ایران چه می گذرد؟ بر عرصه حقوق بشر با من و شما هستند خانم مهوش علی‌اسفندی از نهاد مادران علیه اعدام در تورنتو. در نیمه نخست برنامه همراه ایشان بررسی خواهیم کرد آنچرا که در عرصه نقض حقوق بشر در ایران می‌گذرد. تا لحظات دیگر. خانم علی‌اسفندی سلام به شما. من هم سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون در تلویزیون ایران فردا و به هموطنان عزیزم در سراسر دنیا. خانم علی‌اسفندی، شما برخی از بینندگان احتمالاً نمیدونه، پیش از مهاجرت ناخواسته از ایران به شغل معلمی مشغول بود، شغل بسیار گران قدر و ارجمند آموزگاری. الان همکاران پیشین شما در آستانه نوروز دست به تحصن زدن، مدت هاست، یعنی در چندین شهر ایران. چرا حکومت اسلامی ایران که این همه دم از معنویات میزنه، حتی از تأمین خواستهای معلمان، معلمانی که خواستهای زیادی هم ندارن از نظر سنفی و هر چه که هست، معلمان نازنین ایران چرا عاجزه؟ چه این چه ضدیتیه با طبقه معلم داره حکومت ایران؟ جناب شالنگ عزیز، همینجوری که خودتون فرمودید، گفتید که حکومت جمهوری اسلامی دم از معنویات میزنه، به واقع فقط دم از معنویات میزنه. یعنی فکر نمیکنه که نیاز مادی انسانها اون هست که واقعا زندگی آدمها رو میسازه. مگر ما میتونیم همینجور بشینیم و فقط هوا بخوریم و بگیم شکر که خدا رو داریم بالای سرمون، شکر که رهبری داریم مثل خامنه ای؟ خب باید این از نظر معیشتی، از نظر وضع زندگی بهبود حاصل
داخل بشه تو وضع زندگی معلم‌ها، کارگرها، به هر حال تمامی اون اصناف، تمامی آدم‌هایی که در یک جایی دارن زندگی می‌کنن در سرزمینی به اسم ایران که رهبرش آقای خامنه‌ای هست. معلم ها در شرایط خیلی بدی به سر میبرن، وضعیت معیشتی و حقوقیشون، مادیشون یعنی خیلی در واقع میشه گفت زیر خط فقره، و همچنین کارگرها، و اینها برای ابراز این خواسته ها و برای اینکه بگن ما این درخواست ها رو داریم، دست به تحصن زدن، دست به اعتصاب سراسری زدن. و ما در کنار اینها دوباره پرستاران رو هم داریم، پرستاران اونم در آستانه روز پرستار. ما میبینیم که پرستاران عزیز ما الان چندمین بار هست، یعنی در واقع توی این سال سومین باره که دست به تحصن زدن، دست به اعتصاب زدن، و الان دوباره مجددن همین دیروز که 3 بهمن ما بود دوباره اونها هم اعتصاب کردن، دوباره مقابل مجلس بله 3 اسفند مقابل مجلس شورای ملی اونها هم حضور پیدا کردن، و همه همین خواسته های مادیه، همین خواسته هایی که جمهوری اسلامی میگه اصلا اسمش رو نباید بیارید، باید رفت دنبال خواسته های معنوی. و 36 ساله که خواسته های معنوی مردم داره راجع بهش صحبت میشه، بدون این که بدونیم وضعیت زندگی ما، کودکان کار رو داریم، افراد کارتون خواب رو داریم، همه اینها هست. من نمیدونم این معنویات کی میخواد به بخش مادیات زندگی مردم بپردازه، یعنی واقعا کی میخوان اینها یه فکری بکنن به حال وضعیت زندگی. خب ببینید ظاهرن فکرایی هم کردن، همین پرسش شما رو مطرح هست، در ایران مطرح هست. معلمان اولا در جایی که اعتصاب کردن، تحصن کردن و به کلاس ها نرفتن، زرین شهر هست، شهرزا هست، خراسان، شهرهای خراسان برخیشون هست، کوگیلوی بوی رحمت هست و در کردستان و گیلان هم هست، همینطور در برخی از شهرهای اصفهان، کرج، قزوین، بوشهر و بسیار دیگه از شهرهای ایران. اما آقای الیاس نادران، نماینده مورد تایید خود حکومت، یعنی همه این نماینده های مجلس به هر حال نمایندگان مورد تایید حکومت هستن، ایشون اومده صراحتا گفته این همه دارن هی تلاش میکنن، همه ما هم دلمون میخواد تحریم هایی که هست برداشته بشه در جهت منافع ملی، در جهت منافع مردم ایران، اما این نه من نه شما هستیم که میگه، آقای الیاس نادران نماینده مجلس میگه ارزهایی که پس از توافق ژنو، توافق قبلیه چون همین ادامه داره مذاکره، آزاد شده، این ارزها رو با چمدون از کشور خارج کردن، یعنی پول همین معلمانی که میفرمایید. دقیقا. خب این چه اشکالی داره؟ حالا این همه درآمدهای ارزی ایران بالای 400 میلیارد دلارش در زمان آقای احمد نژاد حیف و میل شده، معلوم نیست کجاست، بقیش هم همچین به جایی نرسیده. چرا این حکومت به چنین حیف و میل ها، دزدی های بسیار کلان دست میدن؟ خیلی معتقد خانم علاسمندی اعتماد به آیندهش نداره حکومت، تا چند از این درسته؟ ببخشید متوجه سوالت. خیلی ها بر این عقیده هستن که حکومتی که چنین حیف و میل میکنه، حق معلم، کارگر، پرستار، بقیه رو میخوره و میدوزده، این علتش اینه که اعتماد به آیندهش نداره، هنوز بعد از 36 سال همچنان دستش رو در سفره مردم هست. دقیقا همینطوره جناب چارلنگی عزیز. حکومت داره مردم توی فقر نگه میداره، توی فشار نگه میداره، از اونجا هم هر کس که صداش در اومد، اگر کارگر صداش در اومد، اگر پرستار، اگر دانشجو، هر کدوم صداشون در اومد،
بلا فاصله میفرسته زندان. وقتی هم میفرسته زندان بدون حضور وکیل، بدون اینکه هیچ نوع حق قانونی بده به اون فرد، اول شکنجهش میکنه و اعتراف گیری میکنه، پرونده براش تشکیل میده بعد که حضور وکیل رو میاره. اینها در واقع همون چیزیه که خودش بهش مطمئن نیست، یعنی میخواد که هر چه زودتر جمع کنه. منظورم اینه که جمع کنه، نه بساط حکومتش رو، هر چه که هست، این ثروت داره، این مملکت، این کشور ثروت داره، اینها رو جمع بکنه، به نام خودش بکنه، برای روزی که بخواد خودش خارج. شما میبینید تو سراسر دنیا افرادش رو فرستاده، بانک ها رو پر کرده و شرکت های تجاری که زده، شرکت های ساختمانی که زدن، این سران، این تمام اون مسئولین اون کشور، آخر سر اگر یه روزی پیش بیاد که مجبور بشن پاسخگو باشن، اونها خیلی راحت از کشور خارج میشن و این افراد عادی هستند، این افرادی که به خاطر شغلشون وارد این دستگاه شدن، به خاطر نان روزانهشون وارد این دستگاه شدن، اونها هستند که فردا باید جوابگو باشن. یعنی در واقع اونها هم حتی دستشون خالیه و هیچ جوابی نمیتونن داشته باشن. شما میبینید الان ما یک کسی مثل آقای ارژنگ داوودی رو داریم، ایشون معلمه، هنوز تو زندانه. رسول بوداقی رو داریم تو زندانه. آقای ارژنگ داوودی از درون زندان هنوز داره حرف میزنه، داره اطلاعیه میده، ولی الان 35 روز، یعنی تازه 2 روز دوباره از انفرادی آوردنش بیرون. 35 روز ایشون رو بردن تو انفرادی نگه داشتن. مگر چه میگفت؟ مگر چه کار میخواست بکنه؟ میخواست پایه‌های این حکومت اسلامی رو به لرزه در بیاره؟ میخواست بگه که این همه دزدی، این همه اختلاس‌های میلیاردی رو بیاد بخشش رو بدید به معلم‌ها، بخشش رو بدید به کارگرا؟ جناب چارلنگی، کارگرا رو زندانی میکنن و از اون طرف حقوقشون رو قطع میکنن. یک کارگر وقتی که خودش در درون زندانه، اون خانوادش باید برای گذران زندگیش چه کار بکنه؟ اگر شما یک کارگر رو مجرم میدونید، یک معلم رو مجرم میدونید، به درون زندان میبرید، خانواده چه گناهی کرده؟ درست. فرزندانش چه گناهی کرده؟ چرا باید اونها تحت فشار باشن؟ ما در مورد خانواده های محکومین به اعدام هم همین داستان رو داریم، همین فشارها رو داریم. شما میگید اعدام های ما قانونیه، زندان هایی که ما داریم مجرمین رو درون زندان نگه میداریم، اینها قانونیه. من میخوام بگم اون خانواده ها چه جور میکردن؟ چرا باید اونها تحت فشار باشن؟ شما منطق این سوال رو وقتی کسی اصل قضیه رو، کسی رو که به زندان میره، بسیاری از کسانی که میرن بیگناهن، مثل آقای رسول بوداقی، مثل آقای ارژنگ داوودی، از حکومتی که یک معلم رو میگیره و به این شکل زندان نمی کنه و این هم سالیان سال که هیچ جرمی مرتکب نشده، شما آیا انتظار منطقیه که بگیم خب حالا ایشون زندانه، خانوادهش چه گناهی کردن؟ مگر خود اصل کاری که در زندانه گناهی کرده؟ خب یعنی اینکه ما نیاییم انتظار داشته باشیم از حکومتی که خودش داره جار میزنه همه جا، تو بوق‌ها و شیپورها کرده که ما خودمون حقوق بشر خودمون رو داریم، ما حقوق بشر داریم، ما قوانین داریم، پس اگر قوانینی که دارن چیه؟ اگر قوانین حقوق بشری چیه؟ قوانین حقوق بشری جمهوری اسلامی آیا زندانه؟ آیا شکنجه است؟ آیا اعدامه؟ آیا فریاد این که هر کسی که بخواد یک اعتراض کوچیکی بکنه باید تو زندان باشه؟ جناب چارلنگی، آتنا فرقدانی چه کار کرده؟ چه جرمی مرتکب شده؟ که باید الان درست 14 روز این دختر نازنین توی اعتصاب قضا به سر میبره. یعنی اون چیزی که مایه‌ای که تو دستش داره، تنها چیزی که داره، این خانم نه اسلحه‌ای داره، نه پولی داره، جانش رو داره، جانش رو گذاشته و داره اعتصاب قضا میکنه. شما بهنام ابراهیم زاده رو داری، اون کارگر مبارز ما، که اون هم با اون شرایط جسمی روحی، با اون شرایط سخت، هنوز تو اعتصاب قضاست. فرزندش بیماره،
اینها همه هست. ما آیا نمیتونیم از حکومتی که مدعی اسلام، مدعی عطوفت، مدعی دین رحمانی بودنه، نمیتونیم ازش بخوایم که به ما بگه که جرم آتنا چیه، جرم بهنام ابراهیم زاده چیه، جرم رسول بوداقی چیه، جرم این کارگران ما که دارن کار میکنن 24 ساعته دارن کار میکنن، چرا باید برای حقوق خودشون، اون حد اقل حقوقشون، من نمیگم اون حقوق زیادی که شما داری میدی به پرسنل خودت، ما میگیم اون حد اقل حقوق هم چرا شما نمیدی؟ چرا باید اونا تو اعتصاب به سر ببرن؟ چرا باید دائم در حال تحسن باشن برای دریافت حد اقل حقوق خودشون؟ خب اینها همه هست. ما اگر اینها رو، اگر از جمهوری اسلامی که داره آدمهای بیگناه رو زندان میکنه، اگر اینها رو از اون نخواهیم، باید از کجا بخواهیم؟ شما میبینید در مورد سامان نسیم تمام جوامع حقوق بشری به صدا در اومدن، علناً از خود آقای خامنه‌ای درخواست جان سامان نسیم رو کردن. یعنی این که میخوان بگن که بابا تمام اون قوانین قضایی شما، تمام اون چیزهایی که نوشتی و به جوامع جهانی نشان دادی به عنوان قانون، یک چیزی به نام کشکه. یعنی اینکه فقط و فقط اون شخص خامنه‌ای هست که تعیین کننده است برای تمام این چیزها. در مورد دزدی‌ها، در مورد غارت‌ها، در مورد اختلاس‌ها میگه کشش ندید، ولی از اون طرف ما آتنا رو داریم توی زندان، کارگرا رو داریم، پرستارا رو داریم، معلمین رو داریم. خب بعد از اون بر سامان نسیم زیر سن قانونی رو داریم که جوامع حقوق بشری از خود خامنه‌ای میخوان که ایشون اعدام نشه. خب ببینید، توضیح درباره اون چه که حقوق بشر خونده میشه، اینو بارها مسئولان جمهوری اسلامی گفتن، از آیت الله خمینی به صراحت گفت، به صراحت اعلام کرد که ما حقوق بشر غرب رو قبول نداریم، اینها ساخت و پرداخت استکبار هستن. و به صراحت حتی چند تن از حقوقدانان و نویسندگان سرشناس ایران در جریان انقلاب اونچه رو که در ایران انجام شد مورد تایید قرار دادن. اعدام‌های بر پشت بام مدرسه علوی یکی از رهبران جنبش ایران، جنبش نخستین، که طی نامه‌ای هم به محمد رضا شاه پهلوی خواستار اجرای عدالت شده بود، آقای علی اصغر آیسه جوادی به عنوان نماینده‌ای از بخشی از روشنفکری ایران صراحتاً اعلام کرد که سرعت اعدام‌ها باید بیش از این باشه و بسیار دیگه. و کسانی که امروز احتمالاً در گوشه و کناری صحبت از حقوق بشر میکنن، و البته این کارشون در حال حاضر محترم. آقای لاریجانی توضیح خیلی روشنی داد، یکی از همین لاریجانی ها سومی که در دستگاه قضایی کار میکنه به عنوان مسئول حقوق بشر، آنچه که ما اعدام میکنیم در ایران این غرب نمیفهمه، ما این اجرای احکامی است که معتقد هستیم معتقدات دینی ما هست، این معتقدات دینی آقای، بنابراین توجیهاتی برای خودشون دارن در چارچوب آنچه که حقوق بشر اسلامی مینامند. میگم بحث مفصل، حتما روزی بهش خواهیم رسید. اما در بندر عباس 8 نفری که اعدام شدن متهم بودن به قاچاق مواد مخدر، خانم الاسفندی. بله. خب ببینید، خود وزیر کشور در جمهوری اسلامی هست که میگه آقا مواد مخدر، پول مواد مخدر به انتخابات هم رسیده، به نمایندگان مجلس رسیده. خود وزیر آقای رحمانی مسئول هم در وزارت کشور از مسئول. خب و این خیلی هم روشنه که حجم مواد مخدر قاچاق در ایران که سالهاست تون تون قاچاق میشه، این یک قدرت بزرگ سیاسی درش دست داره. چرا؟ اگر مواد مخدر واقعا قصد ریشه‌کن کردن دارن، این 35-6 سال فقط دارن اعدام میکنن، چرا نشد؟ دقیقا
دقیقا همین اتفاقه. ببینید وقتی که میگیم که اعدام نمیتونه هیچ وقت مجازات باشه، این قانون اعدام فقط کشتاره. ببینید اینها متاسفانه چون خودشون مستقیما خود اطلاعات سپاه وارد این جریان قاچاق مواد مخدر شده و داره این کار رو انجام میده، تنها کاری که میکنه میره اون خرده پاها رو محاکمه میکنه و اونها رو میکشه. در واقع به نوعی اونها رو که برای گذران زندگی خودشون، برای گذران نانشون دست به این کار میزنن، اونها رو میره میکشه برای اینکه خودش بتونست تمام این کار رو انجام بده. در وقتی که شما میرید ملاقات زندانی، من خودم یک نمونه بودم. وقتی که میخواستم به ملاقات فرزندانم برم، از سر تا به پا چیز می شدم، تمام بدن من رو چی میگن می گشتن، یعنی که هیچی شما نتونی با خودت ببری به درون زندان به عنوان خانواده زندانی. خب حتی کفش ما رو در می آوردن و ته پای ما رو نگاه می کردن. من می خوام اینو بگم، اگر جمهوری اسلامی واقعا می خواد مواد مخدر رو به درون زندان ها نبره، مگه کاری داره براش یک دست گاه بذاره اونجا و افرادی که رد میشن اگر مواد مخدر همراهشونه نبرن، بجز این که میخواد آدمها رو به نوعی اذیت بکنه از نظر روحی، بگه که این خانواده های زندانی ها هستن که مواد مخدر رو درون زندان میبرن و ما نیستیم، در صورتی که مواد مخدر در درون زندان ها مثل ریگ داره خرج میشه، بین مردم داره بین زندانی ها داره اونجا عرضه میشه. زندانی هایی رو داریم که هیچ نوع گرایشی به مواد مخدر نداشتن، ولی الان در درون زندان خودشون به قاچاقچی مواد مخدر تبدیل شدن. همین دیروز جناب چارلنگی 14 رأس اسب رو قاطر رو توی یک به اصطلاح قسمتی که باربرها و کوله برهایی که معمولا کارشون اینه و بار میبرن، اون 14 قاطر رو کشتن. جمهوری اسلامی اونها رو کشت فقط به صرف این که بگه که اینها دارن مواد مخدر دارن جابجا میکنن، در حالی که همون کسایی که صاحب اون قاطرها بودن گفتن ما هنوز پول این قاطرها رو هم نتونستیم بدیم. یعنی نه رحمش به انسانها میشه، نه رحمش به قاطرها و چیزهای دیگه، حتی حیوانات دیگه. من میخوام اینو بگم، طبق گفته خود جمهوری اسلامی که میگه که ما حقوق بشر خودمون رو داریم و حقوق بشر غرب رو قبول نداریم، طبق حقوق بشر، طبق قوانین اجرای حکم اعدام خانواده، یعنی زندانی که میخوان اعدامش کنن، باید 48 ساعت قبل طبق قانون خودشون، من این رو میگم، من اصلا اشاره به حقوق بشر قبل هم نکنم، طبق قانون خودشون اینها از 48 ساعت قبل باید زندانی رو اجازه بهش بدن در حضور وکیلش با خانوادش ملاقات داشته باشه. باید اگر میگه که فلان قضای مورد نظرم رو میخوام، حتی اون رو براش تهیه بکنن طبق قوانین همین جمهوری اسلامی. ولی ما میبینیم الان از 30 بهمن تا حالا، با اینکه گفتن حکم سامان نسیم و اون 5 نفر همراه دیگرش گفتن باید اجرا می شده، یه روز گفتن اجرا شد در درون زندان، بعد گفتن نه هنوز اجرا نشده. طبق قانون خود جمهوری اسلامی نباید خانواده بی اطلاع باشه. چرا این خانواده ها رو دارن اذیت می کنن؟ چرا خانواده رو تحت فشار قرار می دن؟ شما زندانی رو می خوای اعدامش کنی، اعدامش می کنی، خانواده چه جرمی کرده؟ شما ببینید الان چند ساله از اعدام فرزاد کمانگر میگذره و اون 5 نفری که باهاش اعدام کرد، هنوز خانواده اینها نه از قبرش اطلاع دارن، نه اینکه از تاریخ اعدامش اطلاع دارن، نمیدونن دقیقا چه روزی اعدام. اینها همه طبق قوانین خود جمهوری اسلامی. ما ازشون سوال داریم چرا نباید خانواده ها در جریان این خبر قرار بگیرن؟ سپاسگزار هستیم خانم مهوشه الاسفندی گرامی، با سپاس از شما. من هم سپاس دارم از شما. پی میگیریم تفسیر خبر رو. خبرهای دیگه در عرصه نقض حقوق بشر در ایران لحظات دیگه، دقایق دیگه خانم مریم معزنزاده با من و شما خواهند بود تا لحظات دیگه.
با من و شما هستند خانم مریم مؤذن‌زاده، فعال حقوق بشر و نماینده آقای کاظمنی بروجردی در اروپا. سلام به شما. سلام و درود گرم به شما و همکاران عزیزتون، همچنین همه هممیهنانم هم در هر کجای گیتی که هستن. خانم مؤذن‌زاده، بزنین در آستانه نوروز این پرسش رو از شما داشته باشیم درباره زندانیان بیمار. آیا گشایشی در وضعیتشون به وجود اومده از نظر تسهیلات پزشکی، داروهای مورد نیازشون؟ هر جنگ داوودی میدونیم به شدت بیمار هست و بسیار دیگه از زندانیانی که هستن. بله، حالا اشاره فرمودیم به آقای ارژنگ داوودی. ایشون 1 ماه و 5 روز در انفرادی بودن و همراه همبندیشون آقای افشین بایمانی که ازشون بیخبر بودیم و پس از 1 ماه و 5 روز ایشون رو برگردوندن به سالن 12. حالشون اصلا خوب نیست و اتهامات جدید هم دارن. آقای بایمانی هم که هنوز هیچ اطلاعی ازشون نیست. در مورد زندانیان بیمار هم هنوز گشایشی به ما گزارش نشده، همچنان در وضعیت بدون دارو درمان هستن اغلب اون لیست که ما داشتیم و همجور بهش اضافه تر هم میشه به خاطر شرایط بسیار بد بهداشتی و تغذیه نامناسب و همچنین شکنجه ها و وضعیت و آزاری که در زندان ها وجود داره به تعداد این عزیزان اضافه میشه و معمولا دارو درمانی صورت نمیگیره. خیلی جزئی هست در مواردی هم که گزارش داده میشه، اون هم یا ناقص و ناتمام تموم میکنن درمان اونها رو یا اینکه خیلی حالت نمایشی هست. از اون افرادی که خب حالشون خوب نیست، یکی آقای که الان این روزها بیشتر در خبرها هست، آقای پورشجری هست که در اعتصاب قضا به سر میبرن آقای پورشجری و حالشون اصلا خوب نیست و مشکل دارو درمان هم دارن. ایشون در انفرادی به سر میبرن ولی در اعتصاب قضا هستن، جانشون در خطر. خانم آتنا فرقدانی هم حالشون خوب نیست به خاطر اعتصاب قضایی که کردن و مادر پدرشون 3 دقیقه بیشتر نتوسن تحمل کنه و پیش مادر پدرش در ملاقاتی که داشته و حالش خیلی بد بوده طبق گفته های مادر و پدر و وکیلشون. آقای کاظمنی بروجردی همچنان وضعیت بحرانی و بسیار اورژانسی دارن. همچنان بیشتر زندانیان از جمله ایشون حتی به اصطلاح داروهایی که به خانواده برده میشه، توسط خانواده برده میشن، در اختیارشون قرار نمیدن. از جمله خانومی هستن به نام خانم حکیم شکری که خیلی حالشون بده، از دارو درمان محرومن، در زندان قرچک ورامین هستن. خبرهای مال هفته گذشته رو بیشتر من دارم میگم، وگرنه لیست زندانیان و موارد نقض حقوق بشر، حقوقشون و همچنین ناراحتی هایی که هست و اذیت آزارشون خیلی طولانیه. یکی هم خانم به اصطلاح مریم اکبری منفرد هستن که مادر 3 تا دختر هستن، 5 ساله که بچه هاشون مادرشون رو نمیبینن. ایشون 15 سال قرار زندان باشن به خاطر شرکت در اجتماع سال 88 در روز عاشورا، 15 سال. و همچنین بسیاری از زندانیان بیمار همچنان حالشون بده. فقط 1 مورد رسیدگی درمانی در مورد آقای وبلاگ نویسی و به اصطلاح خبرنگار و وبلاگ نویس به نام آقای مسعود باستانی هستش که به اورژانس بردن من به خاطر که بیهوش شده بودن و دچار تشنج شده بودن به اورژانس. روزنامه‌نگار مسعود باستانی سال هاست در زندان هست و بیمارم بود ولی بعد به تشنج و بیهوشی کشیده کارشون که به اورژانس بردن، ولی درمان خاصی هنوز خبر نداره کسی که بله بیمار متاسفانه بسیار رسول بداغی هست و بسیاری از کسان دیگه ای که در زندان هستن شرایط زندان اصلا ایجاد بیماری میکنه. 60 نفر ما لیست داریم از زندانیانی که اصلا بهشون رسیدگی درمانی نشده فعلا تا کنیم. خب اینا اگر خیلی معتقد هستن، بارها گفتن آقای لاریجانی، همه این لاریجانی ها از ریز و درشتی که هستن و روی سفره مردم ایران نه اینکه میپلکن، در حال دویدن هستن و هرچی که هست. این لاریجانی های ریز و درشت بارها گفتن که زندان های ما بهترین هست، عدالت ما بهترین هست، حقوق بشر ما دیگه نگید که چه خبر از بهترین بودن، همه اینا هست.
چرا در این زندان ها رو باز نمی کنن، اجازه نمی دن آقای احمد شهید، بقیه کسانی که سازمان عفو بین الملل که مسئول هستن وضعیت زندان هاست، صلیب سرخ بخشیش که مسئول زندان ها هست، برن ببینن، به به چه چه کنن. چرا؟ از چی نگران هستن اگر واقعا همین حرفی که میزنن آقای خامنه‌ای و بقیه مخلفات ایشون؟ بله کاملا صحیح میفرمایین. نه تنها اجازه نمیدن که آقای احمد شهید که گزارشگر ویژه سازمان ملل هستن، گزارشگر حقوق بشر، و انقدر به هر حال ایشون وظیفه داره که بررسی کنه وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی سازمان ملل، به جز توهین از سوی آقای لاریجانی تا حالا چیزی عایدش نشده و حتی برخی مثل خان در لیستمون هست و یکی از جرایمی که الان ذکر میشه برای زندانیان ارتباط گرفتن با آقای دکتر شهیده. نه تنها ولی با ایشون نمیذارن ارتباط برقرار کنن، بلکه حتی برای نمایندگان مجلس خودشون هم در هفته گذشته برای ملاقات رفته بودن، حالا حتی به شکل نمایشی، نگذاشتن با آقای کاظمی بوجردی دیدار کنه، هرچند هم که گزارش اونها همچین به ضرر اونها نخواهد بود و حتما فرمایشی و نمایشی خواهد بود، ولی حتی مانع شدن که نمایندگان مجلس هم ایشون رو ببینن یا اصلا از بندهای خاصی دیدن کنن یا ایشون بتونن با اونها صحبت کنن. این یه مثال. همچون که شما فرمودین، خب میبینیم که آقای خامنه ای در دیدار با زندان توحید که در خبرها بود بیان کردن که مجسمه آقای خامنه ای و آقای طالقانی رو مثل که در زندان قدیمی توحید که الان بسته شده و قبلا هم یک بار آقای بروجردی اونجا زندانی بودن ماها در زندان توحید، این زندان خیلی مخوف بوده، شکنجه های بدی خیلی وحشتناک قرون وسطایی رو به زندانیانشون در اونجا اعمال میکردن و به هر حال بسته شده، از زمان قدیم هم بوده این زندان. زندان توحید گذاشته بوده؟ بله زندان توحید هستش جدیدش، ولی قدیمش رو من خاطرم توحید ولایت فقیه که اینقدر هست به این شکل معادش دیگه چی هست؟ بفرمایید به روایت فقیه بفرمایید. بله آقای گویا آقای خامنه ای و آقای طالقانی که الان مرحوم هستن در این زندان بودن در زمان رژیم گذشته، ولی الان که بسته شده به هر حال نمیدونم حالا سالگرد چی بوده در اونجا حاضر شدن در این دهه به قول خودشون فر و گفتن مجسمه ساختن از ایشون و خواسته بوده پرده برداری کنه، برای همین رفته اونجا و سخنرانی کرده. در سخنرانی خودش عنوان کرده که ما خیلی اینجا شکنجه شدیم، کما اینکه ما دیدیم که آقای خامنه ای بعد از آزادی، خب پس در تاریخ انقلاب که بسیار حالشون خوب بوده و مشکلی نداشتن، بیماری خاصی هم نگرفتن و الان هم بعد از این همه سال هنوز همچنان حتی رهبر مقام رهبری دارن و حالشون هم خیلی خوبه، در صورتی که زندانیان ما از چه اونهایی که خب از نظر حکومت خیلی به نظر خطرناک میان یا حتی یک کلمه حرف زدن یا وبلاگ نویسی هست یا حتی یک کامنت گذاشته توی فیسبوکش دوچار شکنجه شده و الان با حبس های طویل مدت ما یه لیستی داریم که در گزارشمون که برای حتی یک سخن کوتاه 20 سال زندان حتی نوشتن یا 11 سال زندان مثلا در مورد آقای بروجردی بود. بنابراین میبینیم که این قابل مقایسه نیست با اینکه ایشون رفتن اینطوری صحبت کردن. یا حتی من میتونم یه مثال دیگه بیارم، چندین سال پیش خاطرم اومد شما که صحبت کردین، الان خاطرم اومد که یک زندانی بوده در زندان اسرائیل که خیلی معروفه، خب حالا خیلی ها تبلیغات میکنن حقیقتش رو، خب ما نرفتیم نمیدونیم، ولی میگن که اسرائیل زندان خوبی نداره فلان، ولی آقای سمیر قنتر اگه یادتون باشه از زندان که آزاد شد 15-16 ساله بوده که یک عالم آدم رو کشته بوده، در جمله خانواده کامل با بچه و پدر و مادر، و وقتی که بازداشتش میکنن دیگه هیچ تیری نداشته همراهش، همه تیراشو شلیک کرده بوده. این ایشون رو میبرن زندان، وقتی که آزاد میشه اولا که فوق لیسانس یه رشته رو خونده بود فکر کنم علوم سیاسی داخل زندان و فارغ التحصیل شده بود، بعد 100 خورده کیلو هم وزنش بوده وقتی که آزاد شده، خیلی هم خوب و سرحال، ولی داریم میبینیم زندانیان ما بالای 40 کیلو کاهش وزن دارن و این همه بیمار هستن و این جور رسیدگی میشه و اصلا قابل مقایسه با هیچ جا نیست. من توضیح بدم، آیت الله خمینی مدت طولانی در زندان نبود، همچنان که اسامیی که بردن مثل خود آقای خامنه‌ای به این ورانور به سر تبعید شد،
خیلی کوتاه مدت آیت الله خمینی که چند روز بیشتر بازداشت نبود. به روایت آقای منتظری که ایشون صحبت میکنه خیلی هم محترمانه رفتار شد، حتی با خود آقای منتظری که بیش از همه روحانیون صاحب نام در تبعید به سر برد و بازداشت شده بود بارها اشاره کرده، البته بعد رفتاری های میگه باشون شده بود، بی احترامی های شده بود، اما نه به این شکلی که آقای خامنه‌ای اشاره میکنه. بله، کارهای نادرست، زشت، گرباند آقای پرویز ثابتی و اعوان انصار او در تشکیلات سازمان امنیت کشور هم سازمان امنیت انجام دادن که به هیچ وجه فراموش شدنی نیست. خانواده هایی هستن که فراموش نمی کنن در مورد آنچه که باند پرویز ثابتی در ساواک ایران انجام داد. اما اما روند این در زندان ها هست، بیرون از زندان ها. من این پرسش از مهمان قبلی هم داشتم، چرا اعدام ها، اعدام و این کارخونه اعدام مرتب در جریانه، چرخشش برای دقیقه متوقف نمیشه. چرا اجرای عدالت، اگر در پی عدالت هست، اینقدر وابسته به اعدام و گرفتن جان آدمی است در جمهوری اسلامی؟ اصلا آقای چالنگی، گفته میشه و واقعا اعتقاد بر این هستش که اگر روزی اعدام ها متوقف بشه و جمهوری اسلامی قبول کنه اعدام نکنه، پایان حیات خودش هست. یعنی اینجور حیاتش وابسته شده به کشتن اعدام ها. من یه لیستی تهیه کردم، البته همه رو نمیتونم کامل کنم به دلیل اینکه گزارشات واضح نیست و کامل نیست و تایید نمیکنه جمهوری اسلامی، ولی تا آنچه که تونستم پیدا بکنم 38 نفر ظرف هفته گذشته اعدام شدن تا 30 بهمن و 6 نفر گویا اعدام شدن. خب به گفته خبرهای زد و نقیزی که به خانواده داده شده به طور غیر رسمی، 6 نفر در هفته گذشته به جز اون 38 نفر اعدامی داشتیم که همین گروه معروف شدن، سامان نسیم و دوستانش، حبیب و علی افشاری و بقیه دوستانش، 6 نفر بودن که هنوز خود جمهوری اسلامی تایید نکرده. اینها به جرایم مختلف بوده اعدامشون. خیلی من شنیدم ولی نمیدونم، حتی بسیاری نامشون هم گفته نشده که چرا اعدام شدن و اینها کی هستن که اعدام شدن، گرچه حتی این خبرهایی که به خانواده میدن هم گویا ناقصه. از قول بسیار از زندانیان ما شنیدیم، خود آقای کاظمی بوجهدی گاهی گفتن که مثلا هر روز یا یک روز در میون وقتی زندان یزد بودم اینجا اعدام دارن بدون اینکه لیست اعلام کنن، اصلا مشخص نیست. من تصور من و گمان من این هستش که جمهوری اسلامی این اعدام ها باشه برای اینکه بتونه در خلال اونها مخالفین خودش رو اعدام کنه و ایجاد رعب و وحشت و ترس فراوانی در جامعه بکنه تا محیط خفقانی که همیشه به وجود میاره و با اون زنده است رو بتونه حفظ کنه. کمتر دو دقیقه وقت داریم، اما اون چی که آقای بروجردی میگه، خانم معززاده، شما به عنوان یکی از سخنگویان ایشون، اون چی که ایشون میگه در مورد جدایی دین از حکومت، تا چند اندازه در میون روحانیون غیر دولتی بازتاب پیدا کرده؟ خبرهایی که من دارم گروهی ظاهرا توجه بیشتری دارن نسبت به گذشته، نسبت به اون چی که آقای بروجردی درباره لزوم جدایی دین از حکومت. بله، بازتاب خوبی داشته. در زمانی که ایشون شروع کردن به این صحبت ها، اصلا کمتر کسی مخصوصا بین روحانیون گفته بود، حالا در غیر روحانیون بله گفته بودن، سکولارها بسیاری بودن، ولی بین روحانیون کمتر شنیده شده بود. روحانیون عصر خودشون که زنده بودن و داشتن به اصطلاح حالا یا دولتی یا غیر دولتی اصلا گفته نمیشد، ولی ایشون با صدای بلند و رسا خواسته خودشون رو و اعتقاد خودشون رو اعلام کردن که جدایی دین از حکومت باشه و اینکه تنها از این راه میشه حقوق بشر و حقوق انسان ها رو برگرد
گردون به آزادی و دموکراسی رسید و همچنین حتی برای دین هم همین بهتره و این رو بلند اعلام کردن. گویا که بسیاری از روحانیون کتاب ها نوشته های ایشون رو دارن مطالعه میکنن، حتی من شنیدم که حتی در حوزه ها برده شده کتاب های ایشون، سرش بحث شده، دعوا شده، خیلی از روحانیون دارن توجه میکنن، مخصوصا طلبه های جوان میبینن که استدلالات دیگه ایشون آورده، سندایی که آورده کاملا بدون نقص. حتی ایشون بارها گفته که من حاضر به مناظره هستم ولی هیچ وقت حکومت نذاشته و این آخرین باری هم که در چند ماه گذشته ایشون خودشون داخل زندان به دادستان گفتن که من مناظره میکنم سر کتابم که شما میخواید منو به خاطرش اعدام کنید، اونها عنوان کردن که ما اهل مناظره نیستیم. بنابراین میبینیم که چه تأثیراتی داره نوشته‌ها و گفته‌های ایشون و هر کسی که بتونه پایداری کنه و بر عقاید خودش اینگونه پافشاری کنه. سپاسگزار هستیم خانم مریم مزنزاده، با سپاس بسیار از شما. خواهش میکنم، خیلی لطف کردید. سپاس از شما و دوستان گرامیتون، بدرود. و با امید به اینکه روزی در آینده نزدیک نه تنها در ایران که در هیچ کجای جهان هیچ انسانی به خاطر افکار و عقاید و اندیشه ها و نوشته هاش و گفتارش به زندان نره، یعنی به خاطر عقاید سیاسی، افکار اجتماعی، هر آنچه در این زمینه ها می اندیشه و می نویسه. با امید به چنین روزی پی می گیریم. تفسیر خبر رو میهمان بعدی برنامه تفسیر خبر خانم محبوبه حسین پور خواهند بود. با شما عزیزان هستیم تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند خانم محبوبه حسین پور، فعال حقوق بشر در ترکیه. به اتفاق شما به ایشون خوش آمد. سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی و همه همکاران محترمتون در تلویزیون ایران فردا و درود ویژه به هموطنان و همزبانانم در داخل و خارج از کشور اشغالی ما. خانم حسین پور خواهر اردشیر حسین پور، دانشمند اتمی ایرانی، مقتول آنگونه که گفته شده است با اسناد و مدارک به دست عوامل حکومت ایران در ترکیه به سر میبرند. خانم حسین پور، خانم حسین پور، پرسشی که از میهمانان پیشتر داشتیم، ما در آستانه نوروز در ایران ما میبینیم زندانیان همچنان زندانیان سیاسی تعدادشون رو به افزایش ده نسبت به سال گذشته، تعداد اعدام ها نسبت به سال گذشته باز زیاد بیشتر شده، افزون شده. چرا؟ چرا اجرای عدالت در جمهوری اسلامی به زندان، شکنجه و اعدام بیشتر نیاز داره؟ جناب چالنگی، البته که این داستانی است که به همون اندازه که کهنه و قدیمی هست اما به طور تصاعدی اهمیتش هر زمان بالاتر میره، اهمیتش از جنبه خطرناک بودنش و از جنبه مصری بودنش به صورت یک ویروس، یک بیماری ویروسی که واقعا بخشی از جهان متمدن رو فرا گرفته و اگر که جوامع بشری و وجدان آگاه جهانی عکس العملی نشون نده شاهد فاجعه‌ای خواهیم بود که البته ما که نه، امیدوارم شما که حتما، ولی منظور به هر حال به جهت سنی و نسل ما و نسل قبل از ما و بعد از ما شاید شاهد اون فاجعه عظیم نباشه، ولی به هر حال زمان به جلو میره و تقویم ورق میخوره و همینطور که 36 سال رو ما در این کابوس گذروندیم 36 سال دیگه هم میگذره و بیش از اون و این فاجعه بسیار فراگیرتر میشه، همچنان که از مرزهای ایران زده بیرون و بیشتر پیشروی میکنه. جناب چالنگی، همین نیم ساعت پیش بود که من مواجه شدم با این خبر بسیار دهشتناک که در 24 ساعت گذشته 21 اعدام داشتیم، یعنی تقریبا هر ساعت یک اعدام. این در حکومت
معتدل و در جمهوری تدبیر و امید که همون تدبیر و اسید که بچه ها ساختن مدتی پیش مزبطان این اتفاق افتاد. یک بار دیگه که ما بایستی که این رو هر روز ما یعنی هر کسی که به رسانه دسترسی داره، هر کسی که میتونه به نوعی مخاطب ملت ایران قرار بگیره، بایستی این رو هر روز تکرار کنه و هر لحظه امیدی که ما نمیتوانیم جناب چالندی از این ساختار حکومتی داشته باشیم. آخه آزمونده رو آزموندن خطاست. دیگه قرار هست که چه جنبه ای از اینها رو مردم بیازمایند. قرار هست که به کدام یکی از اصطلاح برگ‌های پرونده اینها مراجعه کنند و اون رو بکشن بیرون یا به کدام یکی از کارت‌های برنده اینها دسترسی پیدا کنند و اون رو بذارن روی میز که با اون کارت بازی کنه ملت ایران برای بهبود و ترفیع زندگی. من اینجا این بیت به خاطرم رسید که بسیار در فرهنگ ما آشنا هست. زناپاک زاده مداری دومی که زنگی به شستن نگردد سپید. حکیم فردوسی. ما هیچ امیدی به این که این سیستم و این ساختار بتونه خودش رو اصلاح کنه نداریم. بسیار پیچیده تر و بسیار آلوده تر از اون هست که هیچ علاجی داشته باشه. این خود مردم هستند و این نیروی لایزال مردم هست که میبایستی به خاطر خودش، به خاطر حیثیتش، به خاطر رفاهش، به خاطر فرزندانش، پیشینه خودش، پسینه خودش، آینده خودش، واقعا تمام این داشته ها و نداشته هایی رو که در این سیستم داشته ها که همه در جنبه منفی هست، در کفه پایین ترازو هست و نداشته هایی که همه دیگه در اون کفه سبک ترازو و رفته بالا، اینها رو میبایستی که جمع‌بندی کنه و فکری کنه به این که در اصطلاح کوتاه مدت میخواد چیکار کنه تا برای دراز مدت خودش بتونه یک برنامه اساسی بریزه. الان ببینید که من که الان یه چیزی نزدیک به 2 سال هست از ایران در واقع گریختم، در این سن در آغاز دهه 6 زندگی، به خاطر فکر کنید که چه مصائبی من میبایستی همچین کاری رو انجام بدم و هزاران نفر مثل من. امثال جناب عالی که به دلایل دیگری از همون ابتدا درگیر بودیم و در مخاطره بودیم، حدود 3 میلیون حداقل در اون چند سال اول انقلاب گریخت، مهاجرت کرد، مهاجرت که نبوده، در واقع گریز بوده، یک مهاجرت جابجایی اجباری بوده و الان یک چیزی در حدود 5 میلیون به علاوه منهای 1 میلیون اینجور که میگن، ولی حتما هلوهوش 4 میلیون به بالا هست از ایرانیان از ایران گریختن. اما چقدر ایرانی میتونه از ایران فرار کنه؟ بالاخره یک نفر، یک انسان که میخواد از ایران خارج بشه که الان بعد بسیار من میبینم سوال میکنم توی فیسبوک، توی شبکه‌های اجتماعی که چه کاری، من میبینم چقدر جوانان و مخصوصا جوان ها چقدر شایق هستن برای که از یا خانواده‌ای که بچه های جوان دارن یا بچه های نوجوان دارن، چقدر اینا شایقن برای که از ایران بیان بیرون. و من به اینا به هر شکلی بتونم میگم که آخه این راهش نیست و شما اگر برای صرفا برای اینکه زندگی بهتری داشته باشید دارید میای بیرون، این حق شما هست که توی همون ایران این زندگی بهتر رو طلب کنید. خب چرا ناچار میشن بیان بیرون به نظر شما؟ خب این دلایل متفاوتی داره که البته تمامش در زیر مجموعه نقض حقوق بشر قرار میگیره دیگه. یک گروهی که در اقلیت هستند به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر مسائل امنیتی و فشارهایی و تهدیداتی که از این جنبه برشون میره، یک گروهی هم به خاطر مسائل اقتصادی هست که احساس میکنن که نمیتونن زندگیشون رو در یک حد، یعنی یک معیشت حداقلی رو داشته باشن و به امید اینکه زندگی بهتر و قابل قبولتری رو در کشورهای آزاد دنیا داشته باشن، کشورهایی که اقتصاد شکوفایی دارن، میان بیرون. و یک گروه هم در ارتباط با مسائل و معضلات اجتماعی مدنی و اجتماعی که براشون پیش میارن، مثل مسائل
مذهب مثل قومی، مسائل قومیتی و مذهبی. اما در هر حال همه اینها به غیر از اون گروهی که به جهت امنیتی تحت فشار هستند، میبایستی که برای به دست آوردن حق خودشون اونجا مبارزه کنند و بمونن. این مملکت یک سند ششم داره در جیب هر ایرانی و کسی که به لحاظ تحصیل کرده مسئله معیشتی نداره، راهش این نیست که بزنه بیاد خارج، باید بمونه و برای گرفتن حقش دفاع. صحبت حقوق بشر کردین، مسئولان جمهوری اسلامی میگن که آقا جان پدران همین نسلی که شما اشاره میکنید رفتن و به قانون اساسی جمهوری اسلامی اکثریتشون رأی دادن، جمهوری اسلامی آره یا نه رأی دادن مثبت و پذیرفتن که یک روحانی شیعه بشینه اون بالا و بر سرنوشت بقیه حاکم باشه، حالا هر جوری خواست. اینم قانون اساسیش هم این است و حقوق بشرش هم همینه که میبینید، یعنی تعذیرات هست، همین این چیزایی که میبینید. بیت المال هم زیر نگین ایشون هست، باید باشه. و حقوق بشر هم این هست که بشینن پای منبر حکومت، حکومت هر چیزی که گفت سمعن و طاعتن اجرا کنه. حالا یه دی دوست ندارم، اشکالش چیه؟ این حکومت وقتی که مدعی هست، مدعی که حقیقتیست، اکثریت هم میگه 40 سال 30 سال پیش به ما رأی دادن که ما حکومت کنیم، تایید کردن، هم از حزب توده گرفته، چپ بی خدا گرفته تا سوسیالیست های خداپرست بگیرید تا بقیه، مذهبی، ملی مذهبی، جبهه ملی، آقای سنجابی و داردسته آقای سنجابی و بقیه. اشکال قضیهشی جناب چالنگی، خود این مسئله جب روانی که در اون گروه ایجاد شده بود، دوستان و اساتیدی که در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی را مطالعه و تخصص مستقیم دارن حتی این کار رو کردن و باز هم میتونن به طور خیلی، یعنی به زبان ساده این مسئله رو مطرح کنم که جامعه ایران بداند که در اون برهه این خودزنی جمعی و این بیخردی عام که بر جامعه حاکم شده بود در هر حال نقش بسیار، یعنی مهندسی وارونه‌ای که روی ذهن مردم صورت گرفته بود در این رأی‌گیری و در این انتخابات تأثیر بسزایی داشت. اما این رو هم که ما بذاریم کنار، بحث بر سر 36 سال قبل هست. اون نسلی که در 36 سال قبل واجد دادن رأی بوده، الان جوان، اون موقع 16 سالش بوده و الان 36 سال بهش اضافه کنیم میشود 52 سال. ولی ما جمعیت حدود 80 میلیون ایران در این لحظه چند درصدش زیر 52 سال هست و چند درصدش حتی زیر 40 سال هست، چیزی در حدود نیمی از جمعیت ایران جوان هست و یعنی در ابتدای سالهای جوانی هست و زیر 40 سال هستند و تازه بسیار کودک و نوباوه هستند که هنوز به حق انتخاب نرسیدن. ما یعنی در کمال اکراه من خدمتون عرض کنم خیلی صادقانه و خیلی با صراحت که من یک جمله درست از این بنیانگذار جهل و جنایت در ایران از خمینی شنیدم که اون رو این آدم در اون مقطع باز هم به دلایل اون شیادی های سیاسی خودش مطرح کرد که پدران ما که حق ندارن برای ما تعیین سرنوشت کنن. حالا بگذاریم که چطوری هست که همون در آن واحد یک آخوندی که خودش توضیح مسائل داره و خط و ربط زندگی رو از خصوصی تعیین مسائل تا مسائل عام میخواد مطرح کنه، این رو میگه. اینم با عرض میکنم، اینم بالاخره آدم های دروغگو اینا کم حافظه هستن، ولی این حرف درستی بود که این حرف درسته که یک نسل که نمیتونه بیاد و تمام مقدرات نسل های بعدی خودش رو تعیین کنه و این به هیچ عنوان اون رای دادن و اون حال و هوایی که در اون مقطع در ایران اتفاق افتاده بود دلیل موجهی برای ادامه این حکومت اشغالگر و این حکومت غیر خودی نیست مطلقا. سپاسگزار هستیم خانم محبوبه حسین پور عزیز.
با سپاس بسیار از شما و این صحبت آقای خمینی رو ما بارها پخش کردیم در بهشت زهرا در اولین سخنرانی که در ایران داشت. پس از ورودش به ایران به بهشت زهرا رفت و در اونجا سخنانی گفت که بخشش همین نکات مورد اشاره خانم حسین پور. سپاسی دوباره از شما خانم حسین پور در ترکیه. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، اندو سبلان، آسماری، کوهساران دراک، تفتان، الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.